بدا ممثل ايران ودول مجموعه زائد واحد جوله جديده در رسانه‌های عربی بلندترین صدا از آن کسانی است که حل مسئله هسته‌ای ایران را خطری برای منطقه می‌بینند فإن الرئيس السابق علي عبدالله صالح يست... از اهل سیاست گرفته تا اولیای دین بالمفاعل النووي الايراني فوالله اكرر فوالله اكرر فوالله, وكرر فوالله به خدا سوگند هدف فعالیت های اتمی ایران فقط ترور عرب ها و خلیج عربی است تا ایران بر اون چیره بشه و دارایی هاش رو نابود کنه. على منطقه الخليج العربي بالقوه وحتى تستنزف الثروات. این روزها ایران حراسی در میان عرب ها حدیدهی فراگیر است. بیشتر نیروها و دولتهای عرب امنیت خودشون رو وابسته کردن به آمریکا، ولی حالا میبینن که صفبندی های منطقهی داره عوض میشه. از یه طرف مصر و عربستان سعودی با آمریکا مشکل دارن و از طرف دیگه میبینن که احتمال داره ایران و آمریکا به هم نزدیک بشن به همین خاطر امنیت خودشونو در خطر میبینن و به همین خاطر که میبینین مصر و عربستان سعودی دارن خودشونو به فرانسه و روسیه نزدیک میکنن همین ترس ها و نگرانی ها بر رسانه های عرب هم سایه میندازه و طبیعتاً به ذهن شهروندان عرب هم انتقال پیدا میکنه الايرانيه عربی الايراني دولت های عربی پیشا پیش تهدید کردند که اگر غرب با ایران کنار بیاید آنها هم راه ایران را در پیش خواهند گرفت اصول اتفاق ایران و امریکا آمریکا و ایران چینش نیروها و توازن قوا رو تو منطقه تغییر میده دولت هایی که این تغییر رو به زیان خودشون میبینن سعی میکنن برای تطبیق خودشون با شرایط دنبال همپیمان های نظامی غیر از آمریکا بگردن کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و حتی روسیه و چین از طرف دیگه ممکنه کشورهایی مثل مصر و عربستان سعودی هم دنبال فناوری هسته‌ای برن تا بتونن توازن قوا رو تو منطقه حفظ کنن ایران حراسی میان دو نسل از دستندرکاران دیپلماسی در جهان عرب هم شکاف انداخته کهن کارها نظر کاملا متفاوتی دارند ایران به دولت های قدرتمند عربی احترام میذاره و من شواهد زیادی دارم که نشون میده ایران برای مصر و عربستان سعودی احترام قائله اتفاقی که داره میفته تغییر چینش برگه ها در دست طرفینه و دو طرف باید با نزدیک شدن به هم دیگه با هم کنار بیان و هر کدوم حد و حدود خودشون رو مشخص کنن تا منافع همشون تأمین بشه. ترتیب الاوراق او ترتیب الاوضاع في المنطقه توافق هستهی میان ایران و غرب گویا از بیرون دل میبرد و از درون زهره در حالی که بسیاری از ایرانیان آن را تضعیف اقتدار کشورشان میدانند در جهان عرب این توافق افزایش اقتدار ایران تعبیر می شود مرداد فرحمند بی بی سی قاهره